مهمترین تحولات تا بامداد سه‌شنبه. در حالی که آسمان مشترک بر فراز اسرائیل و غزه شاهد دهمین سپیده دم از زمان حمله خونین حماس به اسرائیل و متعاقب آن حملات سنگین ارتش اسرائیل به نوار غزه است، کاخ سفید در تلاش برای ایجاد راهی ایمن برای نجات صدها هزار غیر نظامی در غزه است، به نفعی که حماس از آن نفع نبرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته روز چهارشنبه به اسرائیل سفر خواهد کرد. آن هم در میانه ادامه موشکباران اسرائیل از سوی حماس و نگرانی از وضعیت گروگان‌ها در غزه. کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا ساعتی دیگر به اسرائیل خواهد رفت. این سفر غیرمنتظره که گفته شده روز چهارشنبه انجام خواهد گرفت، در حالی است که حماس همچنان به پرتاب موشک به سمت اسرائیل ادامه می‌دهد. روز دوشنبه پرتاب راکت از سوی حماس موجب شد در تل‌آویو آژیرهای خطر به صدا درآیند و ارشدترین دیپلمات آمریکا آنتونی بلینکن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با نیمه کاره گذاشتن جلسه خود به پناهگاه بروند. آنطور که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته، بایدن در این سفر به دنبال تاکید دوچندان بر حمایت واشنگتن از اسرائیل است و همزمان تلاش خواهد کرد راهی ایمن برای کمک رسانی به بیش از 1 میلیون غیر نظامی گیر افتاده در غزه فراهم کند. رئیس جمهور آمریکا بعد از تل‌آویو راهی عمان پایتخت اردن خواهد شد تا در آنجا با پادشاه این کشور و رئیس جمهور مصر و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی دیدار کند. کمک به غیر نظامیان در غزه و آزادی گروگان‌ها از دست حماس از اهداف این سفر توصیف شده است. سفر جو بایدن به اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که تلاش شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه‌ای که بتواند دو طرف مخاصمه را به آتش بس یا توقف موقت درگیری‌ها راضی کند، فعلا به بن‌بست خورده است. دوشنبه شب پیشنویس قطعنامه‌ای که روسیه تهیه کرده بود با مخالفت آمریکا و بریتانیا به جایی نرسید، چرا که این دو کشور میگویند در قطعنامه مسکو حماس محکوم نشده است. اما سفیر روسیه در شورای امنیت میگوید قطعنامه بر اهداف انسان دوستانه متمرکز است، نه سیاسی. دوشنبه شب حماس نخستین ویدیو از یک گروگان خود را منتشر کرد که در آن یک زن جوان 21 ساله می گفت در جریان یک پارتی بوده که شبه نظامیان حماس او را گرفته و با خود بردند. در حالی که حماس مدعی در دست داشتن 200 تا 250 گروگان است، اسرائیل می گوید فهرست 199 نفر را که در دست حماسند تایید کرده است. در میانه این تحولات سازمان ملل متحد میگوید حدود 1 میلیون سکنه شمال غزه که در پی هشدار اسرائیل خانه و مناطق مسکونی خود را ترک کردند با بحران آب، غذا و سوخت روبرو هستند. سفر غیرمنتظره فرمانده ارشد ارتش آمریکا به اسرائیل. ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام که هدایت نیروهای ارتش آمریکا به خاورمیانه را بر عهده دارد، طی یک سفر غیرمنتظره به اسرائیل سفر کرده است. این مقام ارشد نظامی آمریکا گفته هدف این سفر آن بوده که مطمئن شوم اسرائیل به هر آنچه برای دفاع از خود نیاز دارد دسترسی داشته باشد و همزمان اینجا هستم تا از گسترش مخاصمه توسط سایر بازیگران منطقه پیشگیری کنم. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر و حملات گسترده اسرائیل به غزه، آمریکا مواضع خود در این منطقه را مستحکم و نیروهای جدید از جمله ناوهای جنگی به منطقه اعزام کرده است. واشنگتن نگران تسریع پیدا کردن درگیری‌ها به سایر نقاط خاورمیانه است، به ویژه لبنان. همزمان با حضور این ژنرال ارشد آمریکایی در اسرائیل، ارتش اسرائیل تصاویری از حملات هوایی به مواضعی در جنوب لبنان اشاره کرده و مدعی شده که نیروهای این کشور مواضع تروریست‌ها را در این مناطق هدف قرار دادند. رد و بدل شدن آتش میان ارتش اسرائیل و نقاطی در مرز جنوب لبنان با این کشور از همان روز نخست حمله حماس به شهرهای اسرائیل آغاز شده است. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل روز شنبه گفته بود 130 هزار تیر موشک و راکت حزب الله اسرائیل را تهدید می‌کنند. بروس هافمن، تحلیلگر ارشد اندیشگری آمریکایی شورای روابط خارجی، اخیراً در تحلیلی در زمینه توان موشکی حزب الله لبنان نوشت در سال 2006 حزب الله زرادخانه‌ای از 15 هزار موشک در اختیار داشت. امروز 10 برابر این عدد را داراست. خطر یک جنگ دو جبهه یا شاید 3 جبهه در صورت بروز خشونت در کرانه باختری اسرائیل را تهدید می کند. همه این تحولات در آستانه سفر جو بایدن به اسرائیل و اردن صورت گرفته که قرار است روز چهارشنبه آغاز شود.